تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم چند دقیقه تفسیر میگیم از اول قرآن به جزء 24 سوره غافر، همون سوره مؤمن، و الان آیه 82 هستیم. بشنوید. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آیا این افراد جدلی، لجباز، افلم یسیرو فی الارض، در زمین گردش نمی کنن؟ گردش هدفمند، نه گردشی به خاطر عیاشی، استثمار، استعمار، گردشی برای عبرت. آیا نمی گردن در زمین؟ فیان ضرو تا عبرت بگیرن. کیفه که آن عاقبت الذین من قبلهم، جلوه ها مهم نی، عاقبت مهمه. عاقبت، فرجام این کسانی که لجباز بودن چی بودن؟ برید ببینید قبل از شما افرادی که لجباز بودن با پیغمبرا چطور تارمار شدن، هلاک شدن. شما دیگه عبرت بگیرید، شما لجبازی نکنید. پیشینیان شما، امتهای پیشین شما جدل کردن، لجبازی کردن، نابود شدن. شما عبرت بگیرید. چرا نمیرید بگردید ببینید اونها روزگارشون سیاه شد دیگه؟ شما حواستون جمع باشه. اونها کانو اکثر منهم، اونها آمارشون از شما بیشتر بود و اشد قوتن، قدرتشون از شما بیشتر بود و آثارن فی الارض، آثارشون در زمین بیشتر بود. فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون. تمام این اونچه را که به دست آورده اند به کارشون نیومد. قهر خدا که اومد تمام کارهایی که کرده بودن هیچ فایده نداشت، یعنی قدرت و زور و اینها نتونه جلو قهر خدا رو بگیره. این آیه اصلا تو قرآن آیاتی داریم سیرو فلعرض، یعنی پاشید بگردید. منتها گردشه نه برای عیاشی، گردشه برای عبرت، چون یکی از منابع شناخت انسان تاریخه. سیرو هم دستور میده، سیرو هم کسانی که سیر نمیکنن توبیخ میکنه. افلم یه سیرو، هم سیرو داریم هم افلم یه سیرو، یعنی دستور میده بگردید و اگر گردش نکنید مورد توبیخی. افلم یه سیرو. حالا عرض کنم بزرگ شما که از عوامل سقوط و زوال تمدن‌ها این بوده که با انبیا مخالفت میکردن و هر تمدن پیشرفتی ملاک رستگانه نیست. خیلی ها متمدن آثار فرهنگی و ساختمانی و میراث فرهنگی و خیلی اقوام بودن که تاریخ تمدنشون بالا بوده ولی به خاطر روحیه لجاجت نابود شدن. به هر حال تمدن دلیل بر نجات نیست. کشورهای غربی ممکن است خیلی تمدنشون بیشتر باشه یا شرقی، ولی به خاطری که با فطرت و با وحی و با اخلاق نبودن اینها سقوط میکنن، فرون پاشیده میشن. هر تمدنی ملاک رستگاری نیست. از این میگه افلم یسیرو، برید بگردید. پس پیداست ما باید آثار اقوام گذشته رو حفظ کنیم که آیندگان بتونن بازدید کنن، عبرت بگیرن. خب تمدن بشری دائما رو به پیشرفت نیست. گاهی وقتا پیشینیان ما اینجا میفرماد که اشد قوتن و آثارا، میگه قبل از شما آثارشون، قدرتشون بیشتر بوده. یعنی تو اونی که همیشه تمدن رو پیشرفت باشه. بعضی وقتا مثلا یه زمان مسلمان ها بو علی سینا داشتن، زکریای رازی داشتن، علماشون شیخ مفید و طوسی و طبرسی و حلی و مجلسی بود. ایتونی که حضیر به جلو میریم و بهتر بشیم. گاهی وقتا تمدن‌های قبل از ما قوی تر بودن. خب آیه 83 میگه چه؟ بشنوید. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. امت های بودن عددشون زیاد بوده،
آثارشون هم زیاد بوده، تمدنشون هم زیاد بوده، اما فلما جا اهم رسول هم بلبینان، اما پیغمبرها سراغ اینا میمدن، اینها اول که تسلیم منطق بشن، فرهو به ما انده همان العلم، به خاطر علمی که داشتن به همون علم خودشون مشغولن. مثلا دیم که حالا یه دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر میشه، یا مثلا آیت الله حجت الاسلام میشه، فکر میکنه دیگه همه چیز بلده. نه آقا، شما عالم هستی اما هزارها چیز بلد نیستی و بازم باید از مردم چیز یاد گیری. اینا به خاطر یه اطلاعاتی که دارن، اینها یه مقداری مغرور میشدن. فرهو به ما عندهم من العلم، یعنی افراد کم ظرفیت، این که چند کلمه یاد گرفتن، عرض کنم به حضور شما که دیگه خیلی مغرور میشن. و تو قرآن چند مرتبه، سه مرتبه گفتن نصیبم من الکتاب، این نصیبم من الکتاب یعنی یه بهره ای از کتاب بردن، سه مرتبه هم توبیخ شدن، یعنی اونا که نصیبم من الکتابه، اونا که علمشون کمه، اینها آسیب پذیرترن. یه جا فرمود اونا که نصیبی از علم دارن به حق پشت کردن، سوره آل عمران آیه 23. یه جا میگه اونا که نصیبی از کتاب دارن به جای حق گمراهی را خریدن، سوره نساء 44. یه جا میگه اونا که نصیبی از علم دارن به جای ایمان به خدا اطاعت از طاغوت کردن. ببینید، بله، به بت‌ها و طاغوت‌ها ایمان آوردن. چرا؟ برای که نصیبم من الکتاب، تو قرآن سه مرتبه گفتن نصیبم من الکتاب، یعنی مقداری سواد دارن. بری به خاطر مقدار سواد، به هر حال و راسخون فی العلم، اونا که علمشو بالاست نسبت به خدا تواضع میکنن. اینا که چهار تا کلمه بلدن، و فرهو به ما عندهم العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، چون چهار تا کلمه بلد هستن مسخره میکنن، وقت اون مسخره ها و استهزاها، استهزاهایی که میکنن، این قهر خدا اینها رو فرا میگیره، قهر خدا فرا میگیره اینها رو. ما نباید به چهار تا کلمه مغرور بشیم. تا اینجا آیه 83 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.